بیش از 200 تن از مداومین اردوی ملی افغان از اکادمی نظامی ملی افغانستان فراغت خیش را حاصل نمودند. اعضای کابینه دولت، اعضای پارلمان، جنرالان و افسران وزارت‌های دفاع و داخله، شماری از رهبران جهادی و نمایندگان برخی از سفارت‌های خارجی در این مراسم سومین دور فراغت افسران اکادمی نظامی حضور داشتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی سخنرانی در این مراسم سال جاری را سال پرمسئولیت برای افغانستان خوانده بیان داشت، در حالی که هنوز میراث جنگ‌های بیش از 3 دهه در افغانستان از بین نرفته است، برخی ها می‌خواهند تا تروریسم را در این کشور ابزار مداخله بسازند. رئیس جمهور کرزی می‌گوید او با جامعه جهانی و آمریکا به این توافق دست یافته است تا مسئولیت‌های امنیتی افغانستان توسط خود افغان‌ها تامین شود. آقای کرزی افزود که مبارزه با توریسم در دهات و قریاجات افغانستان نیست و یک بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا جنگ با توریسم را به پایگاه‌های اصلی آنان بکشانند. آقای کرزی با برشمردن عوامل زیاد مبنی بر فاصله گرفتن شمار افغانها از دولت این کشور، کسانی که امروز در برابر دولت افغانستان می جنگند توریست نیستند. رئیس جمهور افغانستان می گوید آغوش دولت برای کسانی که می خواهند به زندگی سلامیز روی آورند باز است و یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت خواست تا دیگر سبب ادامه جنگ و حضور نیروهای خارجی در این کشور نگردند. رئیس جمهور کرزی انگام توزیع تقدیرنامه ها برای شماری از فارغان ممتاز اکادمی ملی نظامی از آنان خواست تا در جریان وظایفشان به مسائل قومی، سمتی، زبانی و مذهبی متوسل نگرده و برای مردم افغانستان مصدر خدمت صادقانه شوند. فریدون صاحب‌زاده، مرکز تعلیمی ناتو، کابل، افغانستان.